به به، اینجا شکرستان در امن و امان کامل و آرامش. کجا؟ بابا چه خبر شده؟ ننه قمر، شما خبر دارین کی به کیه؟ گرگم به هوا بازی میکنین؟ آ ننه، مگه شما خبر ندارین؟ از چی؟ آ ننه، قرارست وایت میا شالان تو شکرستون فیلم بسازه. کی؟ آ وایت میا شالان دیگه ننه، شما نمیشناسی؟ از هندستون اومدست ننه؟ همه ای عالم میشناسندش، تو نمیشناسی؟ آخه ازرد نمیکشی ننه؟ اولا ننه قمر خانم، اونی که شما میگین نایت شیا مالانه، نه وایت میا شالان. ننه، اونی که تو میگوی برادری ناتنی، این از هیزم معروف نیست. آن ننه، همه میدونم قرارست یه فیلم عاشقونه بسازد با حضوری نابازیگرونی شکرستون به نشانه دوستی ها صلح و صفا. بله؟ نمیدونی بودون ننه؟ آخه کی میخواین چیزا را یاد بگیری ننه؟ بچرم، جفزدگی از آفات اجتماعیه. بله؟ دارم فرهنگ سازی میکنم راوی جان، پیام اخلاقی مهم اینجا وجود داره و از اول خدمت همگان عرض میکنم که آدم باید قدر فرهنگ خودشو بدونه و جب زده نشه. بله بابا جان. سلام کردائی، تشکر کردائی. اچھا بوج کھلو محبت ہی عشق محبت در چشم من حلقے سر کردائی. از این گرف استقبالی شما کردنم در زیدہ کردائی. دوسرے تھی شادی کردائی نہیں تو گفتن کردائی تذکر کردن عشق شوق تربوش کردائی. این لحظه تاریخی بوده ای، شکرستان و هندوستان دوستان قدیمی بوده ای، فرهنگا نزدیک بوده ای، ما فیلم سازی کردائی، فردا بازیگر جستجو کردائی. در این صحنه همونطور که توجه میکنین عزیزان، آمیزش فرهنگا خیلی هم پسندیده است. دوستانی از هند مهمان ما شدن تا با ما فیلم بسازن. ممنونم از توضیحاتتون. قضیه چیه جناب کارگردان؟ پیرپلاسی درخواست داده توی روایت زیر متن کمک کنه. اینجا شکرستان، فردای دیروز. میاشالان بازیگر جستجو کرده. ببخشید، یعنی جستجو میکند. آه ای خواجه فرزان، ای مرد نکو، برادر من، میگذری و به من نگاه نمی نمایی؟ چنین است؟ از اینم بدتر است، برو کنار، کار دارم. آه چرا قلب مرا شرح شرح کردی؟ آه خواجه فرزان، تو نباید بمیری، سکه ای به من بده و گذر کن. منو میزنی؟ مرض داری؟ آه سمت، کجایی که پدرت مرا هل داد؟ مردم اینجا گلی گلی با نمک بوده ای. اچه اصلا پتوژنیک بوده ای، دندان هایش دالبور دالبور بوده ای. این کدش بوده ای، قهرمان فیلم وایت میا شالان. معلومی چه مرگشه، ببین چه فیلمی واسه یه سکه بازی میکنه. چه گوشگیر راه رفتن کردائی. اچای دوباره اش در چشمانم حرق زدن کردائی. به خوش که این شانس، من فیلم بازی میکنم، اون فرزان خسیس دندون دالبوری نقش میگیره. راوی من چی کارم؟ از اون خوششون اومده دیگه. عزیزان، در این صحنه سوال اصلی این است که به راستی چرا 98% مردم میخواهند بازیگر باشند؟ آیا این اصلا امکان دارد که همه بازیگر باشند؟ خب میخوان یه شبه مشهورم بشن، البته منظور افراد دور ندیده هستن. دقیقاً منظور همین بود. قرارداد نجومی بستن با 10-0 کله گنده گلی خانم، دیگه کارو کاسبی نی، فقط 1-2-3 اکشن پسرم، عشق و خنجر با شرکت خواجه فرزان و آره با اینا دیگه. به من با این رو حتی از همه نقص چی؟ مرد 3 دادن، اون وقت به این بابا با این خیافش چی؟ نقص زبون اول میدن، آخه این انصافه. پسرم 100 دفعه بهت گفتم که به زندگی به چشم یه فرصت نگاه کن. مردسه کجاش فرصت آقا جون؟ فرصت طلب. گلی جان شما چی میگی؟
خال به هم میاد. سفارش بدم یکی هم برای تو بذارم. ایش ایاد با من راحت باش. دیگه من سوپرستارم با حقوق نجومی. میدونی که کافی من بگم فه اونا برات فیل بیارن. بگو راحت باش. چی میخوای؟ چرا منو برای نقش اول زن انتخاب نکردن؟ چرا اون دختره رو انتخاب کردن که تو عاشقش بشی؟ بعد به من نقش زن گلفروش رو دادن؟ ایال جان من بی تقصیرم. سوپرستاریه و هزار تا درد سر. بعدش هم عشق چیه؟ نقش عاشقانه. من میدونم اون نقش. بابا فیلمه. من چی کار کنم که خوشتیپم و پول سازم؟ عجب گرفتاری شدیم ها. بله بله آجی جان، در این صحنه باید متذکر بشویم که یکی از مهمترین پیام‌های اخلاقی این است که انسان همواره باید متواضع و با جنبه باشد و با یک اتفاق و یک موفقیت شانسی دل بقیه را نسوزاند. بله بله پدرم را نزنید. نزنید؟ سمت محکم نزنید که با من چه کار دارید این نامت ها؟ صاحب کمینم ها، کات آقا کات، ما نقش نامرد بازی نمی کنیم. دوستان مشکلی هست؟ مشکل اینه که ما نقش نامرد بازی نمی کنیم. سیده داشت، اگه فرصت نامرده با من مرد سه هستم، مرد یک و دو کجا؟ آقا محکم می زنم، من چه گناهی کردم؟ هم تو واقعیت کتک می خورم هم تو فیلم. نمیشه من نقش مرد یک بشم؟ گریمم پس داد. قهرمان کی وارد بشه؟ دوستان دوستان یکی یکی. ای دوستان مگر با تمرین نکرده ای؟ چرا بابا چرا؟ این فقط فیلم بوده ای و شما همه هنرمند بوده ای. از اول بازه کرده ای. ما نامرد بشونستیم ما رفتیم ها. اوساقا من جاش بیام نامرده کنم. خیلی خوب نور رفتن کرده ای. کرده ای. صدا آمدن کرده ای. کرده ای. باز حرکات کرده. سکانس قهرمان وارد می شود. برداشت 112. نذارید با من چه کار دارید ای نامت ها؟ خونه مهاراجه رو می دازی؟ من بی گناهم، من بی تفسیرم. پدرم را نزنید. آه دخترم برای بابات پاپوش دوختند. پدر آه پدر. با اون پیر مرد بی گناه کاری نداشته باشین وگرنه با من طرفی. در بری خواجه فرزان اومد الان وقتشه. یه سکه بنداز تو کاسه خواجه فرزان. کات کرده گدایی کرده. من هر وقتی خواجه فرزان رو میبینم نقشم یادم میره. سکانس قهرمان وارد میشود. برداشت 378. با اون پیر مرد بیگناه کاری نداشته باشین وگرنه با من طرفین. در بریم. ای جوان مرد، ای قهرمان، تو ما را از ظلم مهاراجه نجات دادی. این دختر بینوای من را ببین که از ترس به لرزه در آمده است. ای دختر بینوا، من حق تو را از مهاراجه میگیرم. ای زن گل فروش، بیا یه گل به این دختر زیبا بفروش. من حساب میکنم. خسته نشی پهلوون. اوی 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 دستم برید. بلد نیست گل دستش بگیره. اسم خودشو گذاشته بازیگر نقش اصلی. تو نقش فری هم نیستی. بازر من دعوا شد. کات کرده هی. کات کرده هی. کات کرده هی. خودی تو ناراحت نکرده هی. دو هفته گذر کرده هی و هنوز سکانس اول بوده. برداشت 1809. 1889. آی سرم باد کرده. دیوانه گشتم. مرا فیلم خراب گشت. تهیه کننده فرار کرده. اقبال نه. بند خدا میاشالان از هر چی شانس نیاورد از بازیگر که دیگه نگو و نپرس. جناب دستیار حالا تکلیف چیه؟ فیلم کوتاه کرده ای، فیلم نامه پر کرده ای، بلکه این کابوس تمام شدن کرده ای. اوه پس هنوز ادامه داره. نه بنده یک کارگردان هندی بوده ای؟ در هندوستان فیلم کوتاه توهین بوده ای؟ اگر فیلم بلند خواستن کرده ای یک قرن طول کشیدن کرده ای. راست میگه این دستیارتون آقای میاشالان، نابازیگرن تفلکی ها، تجربه که ندارن، همش به خاطر عشق به سینماست. فیلم نامه پر کرده ای؟ نهی سته کرده ای. بله
این فیلمسازی بینافرهنگی هم مشکلات خودشو داره، ولی دقت کنیم ما در شرف تغییر استاندارد سینمای هندوستان هستیم. این آچه آچه یعنی چی؟ یعنی بسیار نگو خوب. چطور؟ بنده اولین فیلم کوتاه هندوستان را ساخته، رکورد زدن کرده. تشکر کرده، شما مرا نجات دادن کرده. قابلی نداره بابا، بالاخره همکاری گفتن، همدردی گفتن، باز تشریف آوردن. چقدر زیباست عزیزان. انسان باید چالش ها را به فرصت ها تبدیل کند و البته آقای میاشالان دقت کنند که وقتی کار بلد نیستن لقمه بزرگتر از دهانشان بر ندارند. اچاهه یه دوستی هم نه تو دنگه دنگه دم گر ترسته نه چو دنگه مری هار سنجو مری یار تراغم میراجان آیسا اپنایا. آی چه مصیبتی بود بر سر من عاشق نازل شو. مهاراجه دختر بیچارم رو کشت، اما قهرمان ناراحت نشو، من یک دختر دیگر دارم که تازه پیدایش کردم. دخترم بیا تو. من عاشق شدم دوباره، این دنیا وفا نداره. اما باید انتقام مرگ خواهرم رو از اون مهاراجه ظالم بگیری. انتقام میگیرم. بله، اینجوری شد که وایت میاشالان اومد و توی شکرستان ما کوتاه‌ترین فیلم هندی جهان رو ساخت و رفت خونه‌شون و بچه معروف هندستان شد. دیده شده که از شکرستانم کارگردانان شهیری به اقصا نقاط جهان سفر کردن و افتخار آفریدن. اما باز چی شده؟ آننه دنیا رو آب ببرد، شما رو خواب میبرد. چطور مگه؟ آننه خبر نداری؟ قرار شد فرنی کاپولو از فرنگستون بیاد شکرستون فیلم بسازه. فرانسیس کاپولا رو میفرمایین دیگه، ننه قمر نه؟ آننه این کاپولو برادرزادی پسر عموی اونست، از اونم بهترست. نگوان قرار است یه فیلم بسازه اسمش مادر خوندست. اگه گفتی یعنی چی؟ یعنی چی؟ امی خد من براش بازی کنم دیگه ننه؟ نقش مالی منست ننه؟ به همه دون بگوام اگه از این به بعد هر اتفاقی برای اسکندر بیفته آه یکی اونم اگه حتی صاحبش بزنه دا من شما را مقصر میدونم. خب بازی کردم ننه؟ بله خیلی. فقط ننه قمر این خال هندوتون اون وسط چیه؟ آه ننه اسکندر برام نقاشی کرده، فیلمی هندی دوست دارد. بله دیگه، الان اینطوری هست که همه میخوان فیلم بازی کنن و یه شبه معروف بشن. ما میریم اون ور فیلم میسازیم، اونا میان این ور فیلم میسازن. خلاصه دنیا کوچیک شده و همه معروف شدن، ولی هنر واقعی و شهرت واقعی نام نیکه بابا جان، جاودانگی همینه، نیکی. بله همشو گفتیم که این آخرشو بگیریم، جوگیر نشو، جاودانه شو. پس تا قصه بعد.